16 فروردین امسال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 17 تکلیف را برای وزارت نیرو ابلاغ کرد. شالوده این تکالیف ارتقای بهره‌وری در صنایع آب و برق، افزایش توان تولید ملی و توزیع عادلانه خدمات به سراسر کشور از طریق واگذاری امور به مردم و بخش خصوصیه. این پروژه ها اطلاع دارید مربوط به سال 95 است. تعهدات نسبتاً بزرگی رو به عهده وزارت نیرو گذاشت. وزیر نیرو در احکام جداگانه 6 شرکت تخصصی رو به عنوان مجریان تحقق این برنامه ملی تعیین کرد. در نخستین حکم توانیر مأمور شد تا در چند محور جهادی اقدام کنه. مهمترین اون تک رقمی کردن تلفات شبکه توزیع برقه از طریق نوسازی تجهیزات، بهینه‌سازی شبکه و البته استفاده از ترانس‌های کم مصرف و با ظرفیت پایین. ببینیم نتیجه عمل کرده این بخش در 4 ماه گذشته چگونه بود. 0.4% آوردیم پایین، متناسب با اون فصولی که بوده. با توجه به اینکه حجم بار تو 6 ماه دوم کاهش پیدا می‌کنه، قطعاً موفقیتمون بیشتر خواهد بود. در این حوزه قرار است با انتقال برق به 580 روستای دورافتاده تا پایان سال دیگر هیچ روستای بالای 10 خانوار فاقد برق نداشته باشید. تفاهم‌نامه ها همه منعقد شده، بودجه ها همه کاملا تخصیص داده شده، سر وقت داریم کارا رو انجام میدیم. از این بابت هم انشالله مطمئن هستم به این عدد رقم خواهیم رسید. اما در حکم دوم، شرکت مهندسی آب و فاضلاب اجرای 4 طرح رو بر عهده گرفت که آبرسانی به 2000 روستای بالای 20 خانوار و در مجموع به جمعیتی 2,100,000 نفری چشمگیرتر از بقیه است. 65,000 نفر رو از ابتدای امسال تا الان تونستیم آبدار بکنیم. البته تعداد زیادی از این مجتمعها در شهریور ماه بهره‌برداری میرسه. قطعا ما طبق برنامه ریزی که انجام دادیم تا پایان سال جاری به این عدد خواهیم رسید. با گذاری 23 طرح آب و فاضلاب به بخش خصوصی و به ارزش 1700 میلیارد تومان هم در این حوزه صورت میگیره. بیش از 90% تا الان پیشرفت داشته، یعنی یکی از اون طرحهای بسیار موفق و با پیشرفت بسیار بالاست در کشور. یعنی جلوتر از برنامه. بله، کاملا ما از برنامه کاملا جلوتر هستیم. خب بریم سراغ سومین حکم وزیر نیرو. احداث 14% از برنامه‌های اولویت‌داری که شرکت منابع آب در مناطق محروم اجرا می‌کنه، اما میزان پیشرفت اجرای این طرح‌ها تاکنون مجموعاً میانگینشون 83% پیشرفت فیزیکی داره و ما امیدوار هستیم که تا پایان سال بتوانیم اینها رو به مقطع آبگیری یا افتتاح برسونیم. با این کار در واقع ما یک رقم 2.5 میلیارد متر مکعبی رو به ذخیره آب کشور اضافه می‌کنیم. این روزها بیش از 300,000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق منابع آب کشور را تخریب می‌کنند. وزارت نیرو برنامه مسدود کردن 20,000 حلقه از این تعداد چاه فاقد پروانه را در دستور کار قرار داده تا 1 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی ذخیره سازی شود. علاوه بر این نصب 7,000 دستگاه کنترل حجمی روی چاه‌های کشاورزی هم در دستور کار است. مجموع کنترل‌های حجمی که تا الان نصب کردیم 1450 تا هستش. اما در چهارمین حکم ابلاغی، شرکت تولید برق حرارتی نیروگاه‌های جدیدی را احداث می‌کنه به ظرفیت 1800 مگاوات. بیش از 900 مگاوات شو تونستیم وارد مدار بکنیم. طبق برنامه عمل کردیم. بر اساس برنامه‌ای که داشتیم تو این حوزه 100% موفق بودیم. نیروگاه‌هایی که راندمان تولیدشان حدود 60% است. علاوه بر این برای افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی موجود و تبدیل آنها به سکتی ترکیبی، بخش‌های بخار این نیروگاه‌ها هم راه اندازی می‌شود برای تولید 7000 مگاوات برق. تا حالا 4 تا از این 20 تا پروژه‌ای که بعد احداثش شروع شده شروع شده و ما بقیه پروژه هم جزء برنامه هستش که انشالله عملیاتی بشه. این 4 طرح قرار چقدر به میزان تولید برق کشور اضافه کنه؟ 1800 مگاواتی که سهم ما هست، هولوش 2.5% توان تولید برق کشور. طرحهای کلان بعدی رو شرکت توسعه منابع آب و نیرو باید انجام بده. از تکمیل 300 مگاوات نیروگاه جدید برقابی و آبگیری و افتتاح 300 تا بهره برداری از حدود 8500 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی. پیگیری های مکرر برای اطلاع از میزان پیشرفت این طرحها و مصاحبه با مسئولان زیر ربط اما نتیجه نداد.
با این توضیح به سراغ ششمین و آخرین حوزه زیرمجموعه وزارت نیرو برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌ریم. سازمان انرژی‌های نو که باید تا پایان سال 100 مگاوات نیروگاه جدید انرژی‌های تجدیدپذیر احداث کند. تا به حال پیشرفت خوبی حاصل شده. عقد قرارداد خرید تضمینی برق 20 ساله منعقد شده. بسیاری از پروژه ها در روی زمین عملیات اجرای اون شروع شده. ما انشاءالله از مهر ماه آینده اولین واحدهای که جزء بسته 100 مگاواتی ما هستن وارد مدار میشن. مجموعه این طرح چقدر پیشرفت فیزیکی داشته تا الان؟ تا کنون نزدیک به 30% پیشرفت فیزیکی داشتیم. تقریبا ماهیانه 15 تا 20 مگاوات از این نیروگاه‌ها انشاءالله وارد مدار خواهند. ما جزء 6 کشور دنیا هستیم که میتونیم واحدهای نیروگاه‌های گازیمون رو خودمون احداث کنیم. مسئولان صنعت آب و برق کشور میگویند این صنعت در ساخت تأسیسات زیربنایی به 90% خودکفایی رسیده و در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران جزء کشورهای پیشروست. با وجود این انتظار می‌رود با اجرای این طرح‌های بزرگ کشورمان بتواند قطب تولید و توزیع برق و آب منطقه لقب گیرد.